کردم اضافه بشه، شاید کمک کنه. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. دوست دیگه هستن که بخوان مطلبی اضافه بکنن؟ آی مهندس سلام، وقتتون بخیر. صدای من رو مهندس دارید؟ او فقط اگر زنده با باشید. هدست اگر صحبت فرمایید خیلی صدامون بهتر خواهد بود. جناب آقای خب عبدالدی. صدا سلام، عالی صدا. الان با فاصله صحبت بله میکنم. عالیه. به حضورتون عرض جلسه کنم که یکی از دوره نکاتی که گذشته یه دفعه میکروفون دوره شما قبل وصل شد، در واقع من اومدم به جلو گوش نظرم بکنم هم که جالب بنشینیم بود هم و فرمایید. مهم معذرت بود، میخوام، پرانرژی معرفیه برگردید. در واقع ابزارهایی تقصیرم، بود که در خدمت برای هستم. در واقع شناخت بازار برای ما خیلی مهم بود، بایزم. یعنی نیاز هستش. بعد از اون بعد بحث ترید بود که در واقع ابزارهایی که برای این شناخت ترید و کسب سود، که از جمله اون دو تا سایت رفرنس رو که همون تریدینگ و اون کوین مارکت رو معرفی کردید و در واقع کیف شیوه های کسب سود از این بازار رو، این ابزارهایی که معرفی کردید به نظرم نکات مهم بود برای در واقع اون قسمت اول کارمون. بسیار هم عالی، ممنون. خب من اگر دوست دیگه ای فرمایشی ندارن، من ادامه کلاس رو برم جلو. خب عرض شود که بله، دقیقا همین نکاتی بود که دوستان اشاره کردن و هدف ما از دوره گذشته، دوره مربوط به 0 تا 100 ارزهای دیجیتال، در خصوص این بود که یه چارچوبی از این مارکته بفهمیم و بدونیم که دیتامون از کجا باید بگیریم، چه جوری باید پالایشش کنیم، نودهای خبریمون رو بفهمیم چیه، اپلیکیشن های مورد نیازمون رو در بیاریم و متوجه شدیم که قیمت بیت کوین تو همه صرافی یکسان نیست. یه تکنیک هایی یاد گرفتیم که میتونستیم ارزون ترین قیمت رو از صرافی خارجی، حالا با KYC یا بدون KYC، خریدمون رو انجام بدیم. کیف پول تونستیم ایجاد بکنیم، انواع کیف پول وجود داشت، کیف پول کاغذی رو با هم چک کردیم، ارزون ترین و راحت ترین و یکی از امن ترین حالت ها بود. بعد خدمتتون عرض شود که توی صرافی نوبیتکس با 10% تخفیف در کارمز تونستیم خریدی رو انجام بدیم و دیدیم که خب حالا یه فرایندی هم داشت بابت KYCش که بحث احراز هویت به سطح 2 رو داشت و خب همه اینها مجموعه بود که دوستانی که در دوره قبل شرکت کرده بودن توانمندی اینو پیدا کردن که اگر هیچ بک‌گراند ذهنی از موضوع ندارن ولی تونستن وسط دوره ارز مورد نظرشون رو بخرن و متوجه شدن که چقدر این بازار متنوع هست. داستان گولد راش رو با هم مطرح کردیم، دیدیم که یه سری دارن توی این بازار بیل کلنگ میفروشن که توی این دوره بیشتر با اینها برخورد خواهیم داشت. سایت های فوق العاده قوی، خیلی عالی، ربات های معامله گری که توانمندی های ویژه‌ای دارند رو باهاشون آشنا خواهیم شد و کلی ابزار توی این دوره یاد میگیریم. پس توی این هدف دورمون، تو معرفی دورمون، به مدل های پیش بینی قیمت رمز ارزها و فاکتورهای اساسی تاثیرگذار بر نوسانات اونها اشاره خواهیم کرد و یه لیست بزرگی از اینها رو در اختیار شما قرار میدم. بدونید که خب نه تنها این دوره‌ای که من برگزار میکنم، بلکه دوره‌های آموزشی که داره برگزار میشه، تمام این محتوا در اینترنت وجود داره. نه تنها دوره‌هایی که بچه‌های ایرانی دارن برگزار میکنن، جاهای دیگه همه این محتوا در اینترنت وجود داره. فقط بحث اینه که کسی که یک بار این مسیر رو رفته و اینکه این هزار تو و هزار خم این بازار رو میشناسه، خیلی قشنگتر میتونه ما رو بیاره سر خط و بهمون کمک بکنه. همین الانی که من خدمت شما دارم این کلاس رو برگزار میکنم، خودم هم دارم یه دوره مربوط به استراتژی های کریپتوکارنسی هست،
که یه تعداد استراتژی حالا محدودیه، اون دوره رو دارم میگذرونم، تازه شروع شده، امیدوارم که به پایان برسه این توانمندی رو داشته باشم که بتونم همون دوره رو به زبان فارسی هم برگزار کنم برای دوستان. به هر حال جذابیت های این بازار و منافع مالی که برای اون متصور هستن باعث شده که به هر حال این دوره های آموزشی هم رونق پیدا بکنه، تعداد زیادی آدم هم از تجربیاتشون بیان توی محیط های مجازی اینها رو به اشتراک بزن تا الباقی افراد بتونن استفاده کنن. هدفمون هم اینه که شما به عنوان یک معاملگر حرفه‌ای دیگه با دید بازتر وارد خرید و فروش بشین، سایکل های بلند مدت رو شناسایی کنید و بتونید تو اون ترند های بلند مدت اون چیزی که مد نظرتون هست رو بخرید، نگهداری کنید، ازش سود بگیرید. اگر خاطرتون باشه یه ترکیب بهینه سبد من در دوره قبلی خدمتون گفتم که ببینید کل مارکت تو 50 تا ارز اول داره خلاصه میشه. الان دوستان اگه اون زیر بتونن یادداشت بکنن خوشحال میشم، میخوام کلاس اینتراکتیو باشه. چه تعداد به نظرتون کوین وجود داره؟ روزی که من کلاس رو با شما شروع کردم فکر میکنم حدود 7500 تا. به 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 به، قشنگ، یعنی همه دوستان ماشاءالله رایت تو د پوینت میزنن زیر خال سیاه. دقیقا درسته، روزی که ما با هم شروع کردیم دوره مقدماتی یا همون 0 تا 100 و یه چیز حدود 7500 تا کوین وجود داشت و الان دقیقا 8300 خورده ای، حدود 8000 تاست و مرجع ما برای این اطلاعات وبسایت کوین مارکت کپ بود که حالا یه بار دیگه میریم یه نگاهی بهش بندازیم. پیش نیازهای مربوط به این دوره هم این بود که شما با کانسپت بلاک چین، کاربردهای اون، منابع خبری، اطلاعاتی و خیلی از این چیزها آشنا باشین که کمک میکنه اینجا ما سریعتر هم پیش بریم. طول دورمون از دوره قبلی کوتاهتره، محتواش متفاوته و محتوا کاملا تخصصیه. یه آشنایی صفر تا صد به بازار باید داشته باشین، چارچوبش رو بشناسین و یه آشنایی کلی با تحلیل تکنیکال فاندامنتال. من تاکید هم کرده بودم توی ویدیوی هم گذاشتم توی این دوره قرار نیست تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به کسی یاد بدم. چرا؟ اگر جایی دیدین تحلیل تکنیکال ویژه بازار ارزهای دیجیتال، دنبال یک سری محتوای خاص توی دوره باید باشید. ببینید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یک چیزهای جنرالی هستن که شما تو بازار طلا، تو بازار نقره، تو بازار نفت، تو بازار فارکس، تو بازار بورس، حالا انواع مختلف، بورس اوراق، بورس مشتقه، نمیدونم فلان بهمان، تو معاملات CFD، تو معاملات فیوچرز، آپشن، همه اینا میتونید استفاده کنید به انضمام کریپتوکارنسی. اما یه چیزایی هست که محل افتراق بین این هاست که من جلوتر میخوام بهش اشاره کنم. پس آشنایی کلی داشتن با اون تحلیل تکنیکال فاندامنتال بسیار مناسبه. من سه تا لینک گذاشتم، یکی بحث لینک سایت ما توی آپارات هست، پیج ما توی آپارات هست، aparat.com/ثروتیار که شما بالغ بر 1000 تا ویدیو اونجا در کاتگوری‌های مختلف می‌بینید که قسمتی رو من خودم سالیان قبل تهیه کردم اونجا به اشتراک گذاشتم و الباقیش هم جمع‌آوری اطلاعاتی بوده که بقیه به اشتراک گذاشتن در یک محیط مشترک که همه بتونن ازش بهره‌مند بشن. لذا پیشنهاد میکنم که اگر در مورد تحلیل تکنیکال چیز زیادی نمیدونید خیلی نگران نباشین، با اون وب صفحه به صورت رایگان کلی اطلاعات به درد بخوره، سطح مورد نیازتون به دست میاره، کما که یه سری موارد من اینجا خواهم گفت. بحث تحلیل فاندامنتال هم به طریق اولا شامل همین حال میشه و ما خیلی روی این دوتا فوکوس نمیکنیم، بلکه میخوایم بریم سراغ یه سری ابزارها. مهارت هایی که توی این دوره کسب خواهید کرد، مهارت معامله گری در سطح بین المللیه. ببینید بازاری که 7 در 24 هست، اتمسفرش با بازاری که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 پیشگشایش تا 9 و در نهایت 12:30 زنگ پایان بازار میخوره بسیار بسیار متفاوته. یکی از تفاوتهاشو که بسیار بسیار مهم هست و تو این جلسه به شما آموزش میدن. دوستانی که تازه به ما اضافه شدن بدونن که اینایی که من میگم جلوتر میگیم، اگر یادداشت بکنید چون من قطعا یادم نخواهد رفت، اگر فراموش هم کردم یادآوری بفرمایید که حتما خدمتتون بگم چون اصلا جزء سرفصلمون هم هست. بحث آشنایی با استراتژی های معاملاتی. ببینید استراتژی اصلا تعریفش چیه؟ استراتژی یعنی مسیر رسیدن از نقطه الف به نقطه ب، مسیر حرکته. من توی معاملات، توی خرید و فروش
رمز ارزها توی هر کدوم از بازارهای مالی باید استراتژی داشته باشن. اگر استراتژی ندارم میشه حکایت همون عزیزانی که متاسفانه من قلبن از این ناراحت هستم که رفتن ماشینشون رو فروختن، سپرده بانکیشون رو، پول از این اون قرض کردن، نمیدونم از این کارهای عجیب و غریب کردن، رفتن سهم خریدن، سهم ریخته، تحملشون هم زیاد نیست این دوستان، میرن جلوی در سازمان بورس شروع میکنن تخم مرغ زدن و شعار دادن و خب اعتراضای اینطوری که خب قابل قبول توی حوزه بورسی نیست. نکته جالبش اون دوستانی که صفحه اینستاگرام من دنبال میکنن، یه جریان باحال توی امریکا اتفاق افتاده که من بر خودم میبینم که حتما اینجا یه بار توضیح بدم. حتما آخرین ویدیوهای که من تو آی جی تی وی اینستاگرام هم به اشتراک گذاشتم حتما تماشا کنید، حتما اون سفر رو دنبال کنید، چون یه سری مطالب هست عین نونه، عین نون بربریه دیگه، مثلا دو روز بمونه، یه روز بمونه دیگه بیات میشه، همون صبح باید پنیر بزنی و بخوریش، همون لحظه باید منتشر شه، وگرنه بعدش خیلی کمک نمیکنه، حس بازار بهت منتقل نمیکنه. پس حتما صفحه اینستاگرام منو دوستان دنبال بکنن، برای اینکه اون چیزی که بلد هستم رو در توانم هست اونجا به اشتراک میذارم. داستان چی بوده تو بورس امریکا؟ خب همونطور که میدونیم یک سری صندوق های سرمایه گذاری وجود داره که تو بازار ایران هم هست، یه سری صندوق های سرمایه گذاری مشترک بهشون میگن، به انگلیسیش میشه میوچال فاند. من این اصطلاحات رو ببخشید اینجا می نویسم، چون یادم دفعه پیش یکی از دوستان اعتراض کرده که شما مثلا خیلی اصطلاحات انگلیسی به کار میبری، گفتم خب بالاخره شما تو این بازار میخواید کار کنید دیگه، من بعد بگم فارسیش هم بگم، اگر به گوشت نخورده تا الان یا فعالیت تو این حوزه نداشتی به دردت بخوره. یه سری صندوق های ETF هم هست، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار بورس که ما تو ایران هم داریم، یه سری هم صندوق های هج فاند هست که این صندوق های هج فاند، من مثلا نمونه هاشو براتون بخوام بگم، توی ایران ما از اینها نداریم و خدمتتون عرض شود که صندوق های پوشش ریسک البته نداریم، که یه صندوق کارآفرین بوده که اینم خیلی محدود فعالیت میکرده و دیگه اون هم عملا از این حوزه خارج شده. اما صندوق های پوشش ریسک که بهش هج فاند میگن توی امریکا اینجوری عمل میکرده که باید قاعدتا میومده ریسک کمی رو برمیداشته، مثل صندوق های صندوق 401 هست که